بریم سراغ خود سالید ورک بذار من اینجا هر فایلی داریم ببندیم خب صفحه که دارید ببینید صفحه سالید که دیگه حالا احتمالا چون خیلی آتون کار کردید همچین صفحه دیدید حالا برای بعضی ها همون اول به یه پنجره کوچیکی هم اینجا پاپاپی باز میشه برای بعضی ها ممکنه باز نشه مثل مال من مثلا اینجا صفحه ای که دارید میبینید حالا اینجا نوشته سالید ورکس مثلا پریمیوم 2020 SP سرویس پک 3 خب سرویس پک های بالاتر هم اومده خوبه که حالا آپدیت بشه به سرویس پک ها Solidworks خب لایسنسش uh, بسیار بسیار گرون قیمت دانشجوهای سراسر دنیا معمولا از لایسنس های دانشگاهی استفاده میکنن یعنی یا از کامپیوترای دانشگاه استفاده میکنن یا لایسنس های یا مخصوص اون یونیورسیتیشون استفاده میکنن و این نرم مثل طلا محسوب بشه تو خیلی از کشورهای خارجی چطور که من چند تا دوست خارجی که دارم خیلی همشون با تعجب به ما نگاه میکنن که مثلا چه جوری شما مطلب 2021 میرید نصب میکنید چه جوری سالید 2021 رو سیستم دارید که حالا یه بار یکیشون که اومده بود ایران و دیدیمش تازه به اون عجایب اینجا پی بردش که چجوری میشه راحت آخرین ورژن نرم افزارا رو استفاده کرد حتی بعضا بود اون روز مطلب بود یا کدوم نرم افزار بودش که هنوز ریلیز رسمی نشده بود اما تو ایران خیلی راحت کرک شده میشد دانلود کرد و استفاده کرد حقیقت اینه که اگر بخواد کار خیلی جدی بکنی تو بسیاری از نرم استفاده نرم نسخه های کرکی میتونه شما دچار مشکل بکنه یه سری نرم هم که واقعا خواستم و ریپورت هایی که به شما گزارش میده شما اگر بخواید مقاله یا ژورنالی مقاله رو منتشر بشه خیلی هاشون از شما در واقع اون ریپورت اون نرم افزار رو میخوان و خب اگر نرم افزار کرکی باشه طبیعتا اینجا اوضاع خیلی خوبی نیست ولی خب تو بعضی از نرم ها هم مشکل خاصی نداره حالا سالید ورک من تا حالا حقیقت نشیدم که مشکلات اینچنینی برای کسی پیش اومده باشه با اینجور چیزا و خب میتونید استفاده بکنید اگر هم بخواید بخرید خب که کنم سالی بالای 7000 دلار باید براش هزینه بکنید لایسنسشو که خب معمولا از جیب ماها خارجه و ماها معمولا این کارا نمیتونیم بکنیم مگر یه مجموعه خاص البته بهتون بگم خب یه سری امکانات خاص مثل امکاناتی که های مثلا V6 و V5 حتی داره یا حتی این داره برای اینکه بتونید به صورت کار تیمی بخواید کار بکنید و غیره رو فقط تو نسخه های لایسنس دار میتونید از این کارا بکنید که مدیریت در واقع یک تیم بشه حالا اینو من یه توضیح کوتاه بهتون بدم شما فرض کنید تو یه شرکت حوافظی یا شرکت خودروسازی تو بخش طراحیش فعالین میخواید مثلا همزمان دارید روی یک سیستم کار میکنید روی موتور دارید کار میکنید فرضاً هر کسی یه تخصصی داره یه بخش به عهده گرفته داره طراحی میکنه در حالت کلاسیکش اینه که هر کس واسه خودش طراحیش میکنه آخر اینا با هم مرج میشید که در این بین ممکنه مشکلات خیلی زیادی پیش بیاد از این نظر که هر کس داره کار خودش رو میکنه وسط تطابق دادن این ممکنه سخت باشه Uh, ولی وقتی از راهکارهایی مثل پی دی ام و اینا داره استفاده میشه uh, اینجوریه که خب همه تیم ها در جریانن که نفر قبلی و بعدی و کناریشون داره چیکار میکنه و یه جورایی ورژن کنترلینگ دارن و میدونن که هر کس چه تغییراتی رو چه زمانی و به چه شکل اعمال کرده و چه تاثیری روی کار اونها داره در نتیجه خیلی راحت تر میتونن مدیریت انجام بده. محیط سالید ورک uh, اولش که باز میشه در واقع یک صفحه ای هست حالا یا مثل من صفحه اگرم نیمده باشه پنجره نیو رو میزنید این بالا حالا امیدوارم که خوب و واضح ببینید صفحه رو یه صفحه اینجوری براتون یا باز شده یا باز میشه در سالید ووک به صورت اسنشیال یعنی ابزارهای اسنشیال سالید و اصلیش که ماها که حالا میخوایم آماتوری هم یاد بگیریم تو این کلاس به دردمون میخوره سه تا بخش پارت، اسمبلی و دراوینگ هستش پارت منظور قطعات و اجزا میشه assembly میشه منتاج کردن این قطعات و اجزا و شما به نقشه های مثل سینما و نقشه دوبودی کارها و قطعاتتون ممکنه نیاز داشته باشید که بهش میگن دراوینگ سر ما اول معمولا تو گام اول با پارت هستش یعنی شما اول پارت رو طراحی میکنید و بعد میرید سراغ باقی مراحل طبیعتا از اول نمیتونید زوم بکنم چی بود اون نرم افزاره؟ آه اسمشو اسمشون مم. کجا رفت؟ داره تلاش میکنه بیاد همه چیز ما هم به هم زد خب حالا الان فکم بهتر درسته یه خوبه دیگه عینک با بزرگی خب حالا اسم تو نمیتونم درست چیز کنم امیر حسینی کنم شما میتونید اونجا هم روی دکمه فول اسکرین بزنید فول اسکرین کنید Uh, حالا وسط مجبور میشه آتا خاموش کنیم uh, قسمت پارت داشتیم پس uh, در واقع داره میگه 3D representation of a single design component یک قطعه یا یک جزء تکی رو میخوایم طراحی بکنیم assembly میشه 3D 3D arrangement of parts and or other assemblies که بخواید در واقع این پارت هایی که سینگل به صورت جدا جدا طراحی کردید و کنار هم دیگه قرار بدید و دراوینگ هم تو استودی انجینیرینگ دراوینگ تیپیکالی اف ا پارت اور اسمبلی که از یه اسمبلی یا از یه دونه پارت شما میاد نقشه دو بودی ازش تهیه میکنید که بازم تو ساخت و ساز تو ابعاد اندازه و دید کلی بسیار بسیار کمک می‌کنه شما همیشه نمیتونی نقشه رو به صورت سبودی تحویل کسی بدی یا به کسی نشون بدی مهندس با مهندس زبان ارتباطیش معمولا از طریق نقشه اینجا کی نقشه کشی پاس کرده بچه حافظا میدونم یک و دو دارم و پاس میکنم باقی بچه کسی درسی به اسم نقشه کشی تا حالا داشته خوبه آره درس مثل نقشه کشی حالا بستگی به استادش داره بعضی از اساتید نقشه کشی رو به صورت دستی یاد میدن که خب به نظرم خیلی خوبه مثلا اگر دو تا نقشه کشی داشته باشه یه نقشه کشیتون به صورت دستی باشه با اصل داستان آشنا بشید و گام دوم برید سراغ مثلا استفاده از یه نرم افزار نقشه کشی دستی به شما کمک میکنه که خیلی بهتر علائم و اینا رو بشناسید اول بعضی از همون اول بسم الله میپرن تو نرم افزار و خب خیلی از اینا رو آشنا نیستن ولی به نظر من یکی از عناصر مهم مهندس شدن اینه که چجوری بتونی نقشه بخونی و چجوری بتونی یه نقشه ترسیم بکنی ولی با دست چون خیلی وقتا شما با نرم افزار کار نمیکنی میخوای ارتباط مهندسی با یکی داشته باشی سریع مثلا یه نقشه میکشی بعد علائم ابعاد میزنی و یه جوری ابعاد رو تعیین و معیم میکنی اون شکل که نفر کناریت کم اتفاقی مهندسی مثل خودت متوجه منظورت بشه اتفاقی که مثلا هفته پیش بین من و هم همکارم افتاده بود خیلی ساده تو یه گوشه کاغذ به جای که حالا من بخوام خودم بشینم ترسیم کنم بهشون یه شکلی کشیدم ازشون خواستم اینو سری برای من مثلا ترسیم کنم ابعاد و اندازه ها رو زدم و به طور کامل هم انجام شده بدون هیچ نقصی در عرض یک رو تحویل داد من بله خب این مگنیفایر یه جوریه خب من روی پارت کلیک میکنم پس اینا ابزارهای اسنشیال ما من روی پارت کلیک میکنم یه خود رو سب میکنم بذار اینو خاموشش کنیم روی مخ من حالا باز اگر دیده نشد روشنش بکن خب سالید ورک مثل هر نرم افزار دیگه یه سری نوار اصلی داره که اینجا دارید میبینید نوارهای مثل نیو و اوپن و اینها که تو هر نرم افزار دیگه هم داریم تقریبا اینها رو حالا الان و تو این زمان کم طبیعتا من تک تک اینا رو به جزیات نمیتونم بگم حالا انشالله اگر تمایل داشتید بعدا با هم دیگه این درس رو بگذرونیم میتونیم مفصل‌تر راجع به تک تک این اجزا با هم دیگه صحبت بکنیم ف... به فراخور حالا نیازمون اه... نوارها ممکنه یه خورده فرق بکنه بچه با سالید ورکی که شما میبینید چون مال من حالا شخصی سازی شده واسه کارهایی که میکردم به طور مثال حالا چون من از اینترفیس قلم و تاچ و اینا دارم استفاده میکنم حالا یه سری ابزارهای مخصوص قلم رو اینجا اضافه کردم که خیلی سریعتر کارم را بیفته ما شما ممکنه این نباشه یا مثلا کتیام اگر الان باز کنم گوشه سمت راست یا اینترفیس مخصوص قلم میبینید مثلا اینا یه سری تفاوت‌ها از شما سالید که خوبیایی که داره حتی تا رنگ ها میتونید کاستماایز کنید و آیکونا رو عوض بکنید چیزاشو این این ویژه دیا رو داره که به نظرم خیلی خوبه ولی خب شما سعی کنید حالا فعلا با استانداردش یاد بگیرید تا بعدا بری سراغ چیزهای دیگه اصل داستان ما در واقع تو این نواره این ریبونی که اینجا میبینید هستش این ریبونی که اینجا هست حالا بذارید میخواید این ریبونی که اینجا من دارم میکشم این در واقع اصل داستان ماست که کار داریم باهاش و در واقع این پنجره یعنی این دو تا پنجره برای ما حکم خیلی مهمی دارن و میتونیم توی کارهامون استفاده کنیم ازش بعد تو این پنجره ها و در واقع نوار ها حالا یه قسمت هم اینجا داریم یه قسمت هم اینجا هست این پنجره است این دو تا پنجره در واقع اسای دستمان و خیلی جاها داریم ازش استفاده میکنیم حالا من سعی میکنم امروز رو به اینا با هم دیگه صحبت بکنیم خب حالا یکی از خوبی که سالید ورک داره مثل هر نرم افزار دیگه یه سری تول ها داره اینجا قسمت فیچر منیجر بچه ها فیچر منیجر یه بخشیه که به اصطلاح میشه گفته شد درخت طراحی شما اینجا پیدا میشه یعنی به مرور هر کاری که انجام میدید به زیر این های اضافه میشه و در نهایت اصطلاحا دیزاین تری یا درخت طراحیتون است که درخت طراحی اون چیزی هستش که یک مهندس کسی که آشنا باشه میتونه با دیدنش حدس بزنه که شما چه روندی رو طی کردی واسه ساخت اون حجم و اون جسم و اون پارتت پس خیلی میتونه مهم باشه ضمن اینکه برای شما هم بسیار مهمه مدام ممکنه تو طراحی برگردید به عقب تغییراتی اعمال بکنید یا احتیاج باشه جایی و قسمتی رو کنترل بکنید میتونید از طریق دیزاین تری خیلی سریع دسترسی داشته باشید طبیعتا الان چون صفحه سفید و هیچ کار خاصی نکردیم دیزاین تری جز در واقع سه پلینی که الان جلوتر توضیح میدم وجود نداره اینجا یه قسمت دیگه اینجا داریم پراپرتی منیجر هست حالا هر زمان که به اصطلاح کارمون رو شروع کردیم پراپرتی منیجر هم بهتون توضیح میدم که پراپرتیز و یه سری تنظیمات مربوط به ابزار است یعنی تنظیمات رو بلافاصله شما میتونید اینجا ببینیدش اینه تا اینجا داشته باشید این قسمت که نوار بالایی ما هستش در حقیقت بعد این هم بازم ادامه داره کانفیگوریشن منیجر دیم اکسپرت منیجر نمیدونم دیسپلی منیجر همجوری همینجوری می‌بینی یه لیست بلند بالایی گذاشته که آخرش مثلا سالید کم تولز 3 مثلا ختم میشه اما اصل داستان و آن چیزی که تا حتی میشه گفت سطح اینترمدییت هم شما پیش برید همین دو تا دونه گزینه هست به بقیه خیلی انقدر نیاز, نیاز نداریمش اما تو نوار رو ریبون بالا دو تا دونه بخش هست یکی بخش فیچرز هست که اگر هم دقت کنی فیچرز رو اینجا هم داشتی فیچر منیجر بود بخش فیچرز هست که اگر روش هم ماوس نگه دارید معمولا خیلی وقتا نشون میده که داره چیکار میکنه حالا مال من چون چند تا مانیتوره بعضی وقتا قاطی میکنه بالا نشون میده و شما نمیتونید ببینیدش ولی خب خلاصه که فیچر منیجر میتونی نگه و خب امکانات اون رو نشون بده داره تیکش بالا میندازه این از عجایب سالید که حالا یه بخش دیگه اسکچ هست بچه ها بخش اسکچ مربوط به اسکچ یعنی چی؟ یعنی قلم زدن یعنی اینکه طرح اولیه زدن اسکچینگ انجام میده که توی اسکچ کردن حالا هر کدومش از این زیر این زیر شاخه ای از این ریبونمون هست و این تب و زبانمون هست که راجبه بعضیشون امروز صحبت میکنیم و میرسیم حالا یه بخش اسکچ این کم داره که باز اینم مربوط به منه به خاطر قلمی که اینجا هستش که بهش نمیپردازیم بخش سرفیس ها هستش که مربوط به سطوح هستش که اینم تو دورای مقدماتی خیلی کمتر بهش پرداخته میشم اما من میپردازم تا یه حدودی و حالا توی جای استثنایی که انتهای برنامه بهتون میگم کجا استفاده میکنم که مربوط به تنظیمات و سطوحه Mark و ایوالویت و MBD و, و باقی چیزا و البته بستگی به نصب شما داره شما اگه تو نصب یه سری تیکی سری گزینه‌ها رو زده باشید ممکن اینجا یه ای سری زبان‌های اضافه تر سری ادان‌های اضافه تر اومده باشه که ما در حالت عادی به ایش کدوم از اینا نیاز نداریم آن چیزی که ما نیاز داریم پنجره فیچرز هست اسکچ هست و نهایتا سرفیس هستش این از این تا اینجا که سوالی نیست همه چی واضحه دیگه درسته خیر خب اما بچه این محیط داره به شما در واقع این الان یک کامواسه بچه این یک کامواسه اینی که الان کوچیکش میکنم یک کامواسه یعنی یک محیطیه که به شما اجازه یعنی یک فضای خالیه که به شما اجازه میده پارتتون رو دیزاین بکنید و حالا یا اسمبل بکنید یا کارهای مختلف روش انجام بدید این کانواس خالی شما توی یه فضای کاملا خالی اگر بخواد یک ترسیمی انجام بده طبیعتا باید یک صفحه ای رو داشته باشید که روش بکشید یعنی درسته تو فضا میتونید شما هزاران و بی صفحه ترسیم بکنید اما در محیط سالید ورک اصطلاحا سه تا دونه ما صفحه داریم فرانت پلین تاپ پلین و رایت پلین که در حقیقت جورای سینما از اون شکلتونه یعنی اینکه از, از جلو اگر بهش نگاه کنید نمای بالایی بهش نگاه کنید و نمای از بغل یا کنار که حالا اینجا راست هستش بهش نگاه کنید هر کدوم از این یک پلینه که حالا با کلیک کردن روش شما میتونید به اصطلاح پلینتون رو تغییر بدید و خب اون آبی میشه و گزینه سلکت میشه بعد از این طریق شما میتونید به اصطلاح پلینتون رو که سلکت کردید کارهای مختلف حالا روش انجام بدید